در کشوری که بیشتر نیازان از خارج از کشور و از طریق گمرکات و گذرگاه‌های مرزی و تجاری تامین می‌شود، طالبان همچنان در حال تسلط بر شریان‌های حیاتی دولت افغانستان است. تمام شمال در حالت سقوط است. چند مرز عوایداتی هم که ما داشتیم را مزدیست دادیم. مرز آقنه، مرز ایرتان، مرز شیرخان بندر. پس از آنکه طالبان بر گمرکا و گذرگاه‌ها در شمال افغانستان مسلط شد، سیطره خود را در غرب افغانستان و هم مرز با کشورمان نیز تکمیل کرد. دولت افغانستان میگوید برای بازپسگیری گمرکات مرزی در غرب افغانستان، یعنی هم مرز با کشورمان و ترکمنستان، در استانهای فراه و هرات برنامه دارد. طالبان در چند روز گذشته بیشتر شهرستانهای هرات بجز چند شهرستان و مرکز استان را به کنترل خود درآوردند. اسماعیل خان، چهره با نفوذ جهادی که مردم را به دفاع از هرات فرا میخواند، از بی‌توجهی دولت به اوضاع هرات انتقاد میکند. متاسفانه بیتوجهی ها و یا عدم آگاهی ها و امثال چیزهایی که نمیخواییم در این لحظه حساس بگوییم سبب شد که خیلی ولسوالی های ما سکوت کرد. تشدید جنگ در افغانستان فقط در یک ماه گذشته هزاران خانواده را آواره کرده است، یعنی به قول افغان ها از خانه خود آواره و بی جا و مکان شدند. 32384 خانواده در یک ماه اخیر متاسفانه ما بیجاشته داشتیم در 25 ولایت کشور. اما دست به دست شدن شهرستان ها بین دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد. در شبان روز گذشته دست کم 4 شهرستان را در استان های پروان، قندهار و نیمروز طالبان تصرف کردند. دولت هم از روز گذشته شهرستان علی آباد را در استان قندوز آزاد کرد. از بین حدود 180 شهرستانی که طالبان ادعا می کنند در 2 ماه اخیر گرفتند، این 15 شهرستانی بود که دولت آزاد کرد. شب گذشته نیز نیروهای دولت افغانستان 3 حمله طالب ها را به مرکز استان بادغیس در غرب افغانستان دفع کردند. مردم در افغانستان نگران هستند با اختلال در واردات کالا از گمرکات و گذرگاه‌های مرزی تجاری، قیمت اجناس و کالاها در روزهای آینده در این کشور افزایش یابد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.